هلاخای یوردعا فصل 251 ادامه هلاخای صداقا. لمین نتنیم هست صداقا و از قدم لخبه رو. به چه کسی صداقا میدن و چه کسی تقدم داره تو صداقا دادن؟ میشه هو اوریان به مزید. کسی که خلافکار عمدن ال اخت میکل میسفوت و امورات و تورا. برای یکی از مطبعایی که گفته شده در فراد بلا آزاد شوار و تشوما نکرده اینو خیاب ده خیوتو، ما خیاب نیستیم که اگه کمک میخواست بهش کمک بکنیم بلال حل بتو و نه اینکه بهش پول قرض بدیم. ببینید در مطلع اگه یکیه که عمدن میاد از فرامین تورا میگذره، عمدن از چیزی که تو تورا گفته میاد میگذره و تشوما نکرده، ما خیاب نیستیم که بیایم بهش پول قرض بدیم یا اینکه بهش صدقه بدیم. بنابراین صدقه دادن به کسی که علناً از فرمان تورا عمدن میگذره، میدونه آسوره ولی با این وجود عمدن میاد از فرامین تورا میگذره، ما اصلا خیام نیستیم که به همچین آدمی بیایم و صدقه بدیم. امید پرنسیم انیه عبد کخاریم، ولی ما میتونیم بیایم صدقه بدیم به فقرای بت‌پرست با فقرای اسرائیل به خاطر درخش آلوم. خب ببینید و دقت کنید که شما همیشه وقتی میخواید صدقه بدید حتما به ترجیحاً به یه اسرائیل باشه، و اگه به یه گوی میخواید صدقه بدید حتما بگید که اسرائیلی رو بدید، یعنی قدوش هشم انجام بدید وقتی به یه گوی میخواید صدقه بدید، چون اینا درخ شالومه. از جنبه یه درخ شالوم به خاطر اینکه شالوم برقرار بشه و دشمنی پیش نیاد و اینا، ما همراه انیه اسرائیل میایم به انیه عبد کخاویم به فقرای بت پرست میایم و کمک میکنیم که به این شکل دلخوری پیش نیاد، در فشالوم اجرا بشه. خب سایف بت. پس در نتیجه کسی که از فرمان تورا عمدن میگذره، میدونه آقا این گناهه، میدونه که این کار آسوره، ولی عمدن میاد از فرمان تورا میگذره، ما خیام نیستیم که بهش صدقه بدیم یا که بهش پول قرض بدیم. خب سایف بت. میشه هو اوریان لحخیس. کسی که اوریان لحخیسه یعنی چی؟ یعنی از فرمان تورا میگذره به خاطر اینکه خدا رو عصبانی بکنه. مثلا آقا این شخص جلوش غذای کاشر هست، غذای غیر کاشر هم هست، به خاطر اینکه لجبازی کنه و مخالفت کنه با دستورات تورا میاد از این غیر کاشر میخوره. به این میگن اوریان لحخیس، یعنی کسی که خطاکاره و میخواد خدا رو عصبانی بکنه، یعنی هم میتونه کاشر بخوره هم غیر کاشر، مخصوصا میره غیر کاشره را میخوره که مخالفت کنه با دستور تورا. افیلو نمیسوا اخت، حتی یه دستور تورا، ما 613 تا فرمان داریم، حتی اگه یه دستور تورا را اوریان لحخیس باشه، مثل اینکه مثلا نویلا میخوره جایی که باسار کاشر هست، آسوره که بیایم و اونا بازخریدش کنیم اگه به اسیر رفت، اگه اومدن و اونا مثلا گرفتندش زندانیش کردن، آسوره که ما همچین آدمی ها بازخرید بکنیم. پس بنابراین کسی که ممال حقیسه، یعنی از فرمان تورا، حتی یه فرمان تورا میگذره به خاطر اینکه خدا را عصبانی بکنه، با وجود اینکه میتونست مثلا راه درست را انجام بده، همچین آدمی ها ما آسوره که بیایم و بازخریدش بکنیم. البته امروز مخلوقته و بعضی ها میگن کسی که میاد یه خطایی انجام میده معمولا حقیس نیست، تینوخ شنیشباه، یعنی از بچگی کسی نبوده یادش بده که اینا را انجام بده، به خاطر همین امروزه میتونیم بازخریدش بکنیم. بعضی اخرانو دیگه میگن نه آقا، امروزه ما قانون تینوخ شنیشباه را نداریم که بگیم آقا خب از بچگی کسی نبوده بهش یاد بده، تو محیط اینجوری نبوده، چون اینقدر ارتباط هاست امروزه قویه که اینا را مطمئنن شنیده. در هر صورت مخلوقته که آیا ما میتونیم امروزه کسی که ممال حقیسه، یعنی عمدن از یه فرمان تورا میگذره که خدا را عصبانی بکنه، آیا میتونیم بازخریدش کنیم یا نه، که این مخلوقته و بعد این مرحله ها بسنجه که آیا تینوخ شنیشوا هست، قابل این هست که بیاد برگرده تشوا بکنه و اینا، که تو این مورد تصمیم میگیره که آیا بازخرید بشه یا نه. اول اوریان لتعابون، اما کسی که اوریان لتعابونه یعنی چی؟ یعنی مثلا الان یه شخصیه غذای کاشر جلوش هست، غذای غیر کاشر هم هست، غذا کاشره را میخوره،
ولی اگه غذا کاشر نباشه میره غیر کاشر میخوره. به این میگن اوریان لتعاوان، یعنی دنبال هوسش میره، نمیتونه خودش رو نگه داره که آقا الان که کاشر نی غیر کاشره رو نخوره، یا غیر کاشره رو میخوره. خب به این میگن اوریان لتعاوان. همچین آدمی این ایسور ممنوع نیست که اگه خواستیم اونا باز خریدش کنیم، مثلا اگه زندان رفت ممنوعیتی نداره، میتونیم بیایم و اونا باز خریدش بکنیم. خب سایف گیمل هنوتن لیبناب اونوتاب هگدونیم، کسی که میده به پسرانش و دخترانش که بزرگ شدن، شئنو خیاب بیمزونوته هم که خیاب نیست به روزی دادن اونها، کده لنمد تبانین تورا اونهنی کبانوت به درخ نشارا، به خاطر که یاد بگیرن پسرانش تورا و همینطور دخترانش در راه درست برن. و همچنین هنوتن متانوت لعاویب، کسی که میده هدیه به پدرش، به هم سریخیم لاهم و اینا لازم دارن، این در جزء صداقاست. ببینید پس اگه یکی پسراش بزرگ شدن دیگه وظیفه نداره که به اونا بیاد غذا و اینا بده، یا دختراش بزرگ شدن دیگه وظیفه غذا دادن به اونها را نداره، یا همینطور مثلا کسی که میخواد به پدرش یه هدیه‌ای بده اگه پدر نیازمنده، تموم اینا این پولایی که آدم میده اینا به عنوان صدقه حساب میشه. پس اگه یه شخصی پدری پسر بزرگی داره که دیگه سر سفره باباش نیست، ولی با این وجود بابایی میاد کمکش میکنه که تورا یاد بگیره، اینا همه جزء صدقاست. ولود و نه فقط این، الا شساریخ لحقدیمو، بلکه لازمه که تقدمش کنه به دیگران. یعنی اگه یه پدری پسرش احتیاج داره و پول لازمه، پدره به جای اینکه به دیگران کمک کنه تقدمش اینه که اول به پسر خودش، به بچه خودش بیاد کمک بکنه. وفینو اینو بنو وفینو وقتون اینو بنو پسرش نیه ولو آبی و پدرش نیست، بلکه قروبو فامیدشه، لازمه که فامیدش را تقدم کنه به هر آدمی. فرض کنید یکی تو خانوادهش تو نزدیکانش یه فردیه که نیازمنده، وقتی این شخص میخواد کمک بکنه تقدم با فامیلشه، آیه مبلغی رو میخواد صدقه بده. تقدم اینه که قبل اینکه به شخص دیگه ای بده باید به فامیل نزدیک خودش بیاد اون صدقه رو بده. پس تقدم اول فرزندان خودش اگه لازم داشتن، بعد فامیلا، به آخیب معاویب و آخیب معاویب یعنی برادرش از پدرش تقدم داره به برادر از مادرش، و انیه به تو و فقرای خونه خودش مقدمن به فقرای شهر، و فقرای شهر خودش تقدم دارن به شهر دیگه ای. بنابراین آقا اول فامیل آدم بعد افراد دیگه، اول فقرای شهر خود آدم بعد شهر دیگه، که اینا باید در نظر بگیره. خب حقا به حق بوئیم با ایر قروئیم انیه هایر، اونایی که معینن تو شهر اونا خونده میشن فقرای شهر، و اونا تقدم دارن به انیم دیگه که از مکانهای دیگه میان. ببینید فرض کنید مثلا از یه شهر دیگه یه آنی میاد که کمک بگیره تو این شهر، تو این حالت آنیهای شهر خودمون تقدم به اوناست که ما به اونا کمک بکنیم، تا یه آنی دیگه که از یه شهر دیگه اومده تو شهرمون که مثلا پول جمع بکنه. پس اگه یه آنی از یه شهر دیگه اومد تو شهر ما که پول جمع بکنه، انیمی که تو شهر ما به صورت قابوبه به صورت معین هستن تقدم دارن نسبت به انیمی که از شهر دیگه اومدن. و یشمر اسرائیل، و اونایی که تو سرزمین مقدس ساکنن تقدم دارن به اونایی که خارج سرزمین مقدسن. خب حقا پرناست اسمو، رزق و روزی خود آدم تقدم داره به هر آدمی. بین و خیام، و خیام نیست که صدقا بده، از شیهی لو پرناسوتو، تا اینکه پرناسا داشته باشه و خرکاخ یدیم پرناست آویر، و بعد از اون مقدم کنه پرناسا دادن به پدر و مادرش اگه اونا لازم دارن، و اونا تقدم دارن به پرناسای فرزندانش و بعد از اون فرزندانش. ببینید پس اول خود آدم، بعد پدر و مادرش، بعد فرزندش. به هم بله، و فرزندانش تقدم دارن به برادرانش،
و برادرانش تقدم دارن به بقیه یه فامیل و بقیه یه فامیل تقدم دارن به همسایه ها، همسایه ها تقدم دارن به مردم شهر و مردم شهر خودش تقدم دارن به مردم شهر دیگه. به همین قانونه که اگه اونها دور از جون مثلا زندان افتادن ملازمه که اخیلا ما صدا نداریم، قطع شد. ببخشید قطع شد مهیلا. پس اگه بخوایم درجه بندی بکنیم، خود آدم تقدم داره به همه، نسبت به همه، بعد پدر و مادرش، بعد فرزندانش، بعد برادرش، بعد از اون فامیل نزدیک، بعد همسایه، بعد مردم شهر، بعد مردم شهر دیگه. همین قانون برای صدقه دادن و همینطور اگه دور از جون تو اسارت افتادن به همین شکل بعد اونها را بازخرید بکنه. خب سایف دالت کفین ها آب مجبور میکنن پدر را که روزی بده به فرزندش اگه نیازمنده، بفیل و حتی اگه اون گادوله مجبور میکنن پدر را بیشتر از سایر ثروتمندایی که تو شهرن. فرض کنید پدر ثروتمنده ولی فرزندش نیازمنده، نمیاد پدر به فرزند کمک بکنه، بدین میان مجبور میکنن پدر را که به فرزندش کمک بکنه و حتی بیشتر هم باید بده نسبت به ثروتمندای دیگه. و همین قانونه برای سایر نزدیکانه، یعنی اگه یه شخصیه که یه فامیلی داره نزدیکه با اون و نمیاد کمکش کنه، بدین ثروتمنده را مجبور میکنن که حتما به فامیل نزدیکش بیاد و کمک بکنه. خب سایف ه میشناتن مامون لگباییم لصداقا، کسی که پول داد به گبای صداقا، این لو ولو لیورشاف شوم کوخ، نه خودش نه وراسش هیچ قدرتی در اون ندارن و جماعت انجام میدن هر جوری که در نظر خدا و انسانه. ببینید کسی که اینا قبلا خوندید، کسی مأمور گبای صدقا میشه، یعنی مسئول میشه که پول صدقا را بگیره و پخش بکنه که باید نعمان باشه و بدونه چجوری خرج بکنه و پول را از بین نبره و اینا. خب حالا وقتی یکی انتخاب شده به عنوان گبای صدقا، اگه یکی انتخاب شده به عنوان گبای صدقا دیگه هر کاری بخواد با این پول قدش انجام میده. وقتی ما نیاییم مثلا به نیت خاصی اون پولا بدیم، آقا همینجور ما اومدیم یه پولی ها دادیم گفتیم آقا برای امور قدش خرج بشه، حالا بعد اینکه پولا دادیم به گبای صداقا دیگه هیچ قدرتی نداریم که بیایم بگیم آقا این پولی را که من دادم من میخوام برای اون چیز خرج بشه. اگه از همون اول بگیم آقا این پول فقط برای کنیسا خرج بشه، این پول فقط برای آموزش تورا خرج بشه، این پول فقط برای انیم خرج بشه، این پول فقط برای میقوه خرج بشه، اگه فقط اختصاص بدیم برای این مطلب، بله برای اون مطلبی که اختصاص داده شده اون پول خرج میشه. ولی اگه پولا دادیم به گبای صداقا گفتیم آقا هر جوری میدونید خرج بکنید، با دیگه وقتی پولا دادیم گفتیم آقا هر جور صلاح میدونید خرج بکنید، دیگه ما قدرت نداریم که بیایم بگیم آقا الان این پولا رو بدید به فلان آنی، این پولا رو اونجا خرج بکنید، یا وراثه اون شخص بیان اینا بگن. دیگه وقتی آقا دادی گفتی هر جور صلاح میدونید انجام بدن، دیگه هیچ قدرتی تو نداری که بیای خرج بکنی و هر جور که اون کسی که گماشته شده برای صداقا صلاح میدونه صلاح خدا و صلاح آدمه میاد اون پولا خرج میکنه. حقا اول قدم شباه و لیده گبای، همین که گفتم خدمتتون رو اما میگن، اما اگه قبل این که بیاد تو دست گبای ندر کرد برای صداقا ستام به صورت کلی میدن به نزدیکان اون، به نزدیکانش که آن میگن، یعنی آقا اگه یه شخص اومد گفتش که آقا این پول برای صدقا باشه، با برای صدقا یعنی کمک به نیازمندا باشه، به صورت کلی
خب اینجا نیازمندای فامیل اون شخص ثروتمند تقدم دارن که اول به اونا کمک بشه. دومدیم که ما میایم تخمین میزنیم که کوانای این کسی که این پول را داده که به نیازمندا کمک بشه اول رو نزدیکان خودش بوده. به دفعا این هایو لو قروبیم انییم و فقط زمانی که فامیل فقیر تو اون موقعی که داشته اون ندرا میکرده داشته. اما این هایو اما اگه بودن ثروتمند اون موقع به هانی این نوتن لاهم و بله و الان آنی شدن نمیان به اونها بدن. چی شد؟ ببینید ما میگیم اگه یه ثروتمندی اومد یه پولی ها ندر کرد به نیازمندا بده خب و اومد داد پولا به گبای صداقا که اون پولا پخش بکنن بین نیازمندا. ما میگیم اگه فامیل فقیر اون موقع داشته خب کواناش نزدیک بوده به این بوده که اول به فامیلا خودش کمک بشه که نیازمندن و اول به فامیلای نیازمندش کمک میکنیم. خب ولی اگه فامیلاش تو اون موقع فقیر نبودن، ثروتمند بودن، بعد یهو دورجون فقیر میشن. بعد از اینکه این دیگه پولا داده، تو این حالت نمیگیم که منظورش به فامیلا خودش بوده، نیتش به فامیلا خودش بوده. بله، به خلزه و تموم اینها به پسق صدقه لود. برای کسی که میاد پول میده برای صدقه. اول این پسق صدقه، اما اگه پول میده برای صدقه به افراد شهر، عدت بنه هایر. بر فکر مردم شهر ندر کرده و اونا هر جوری بخوان میان و صدقه میدن. پس آقا اگه اومد علنا گفتش که این پول صدقه باشه برای همه نیازمند و فرقی نمی کنه چی نیازمندی باشه، هر جور صلاح بدونن اون گبای صدقه میان و اون پولا خرج میکنن برای نیازمندان. خب صیف وا یهیو انیگیم بنه بتخا، یعنی باشن افراد نیازمند مثل افراد خانواده است. این چیزی که تو پیر قاموس میگه و ماران هم به عنوان یه صنیف حلاخا اینجا ذکر میکنن، یعنی میسواس که نیازمندا و یتیم ها را مثل افراد خونه خودت بیای با اونا رفتار بکنی، یعنی دعوتشون کنی، ازشون پذیرایی بکنی و به اونها غذا بدی. طایف زین خیام نحقدیم نه اخیر ها را آب، خیام که آدم تقدم بکنه غذا دادن به فرد گرسنه را از اینکه بپوشونه فرد اوریانا. ما اینو قبلا توضیح دادیم که یه فردی که گبای صداقاست میاد و میسنجه که آقا کی الان بیشتر احتیاج داره و پول صداقا اینجوری برای اونها خرج میشه. مثلا کسی که الان گشنه است، سیر کردن یه آدم گشنه تقدم داره به لباس پوشوندن شخصی که لباس مناسب نداره، یا پوشوندن برای کسی که لباس نداره تقدم داره مثلا به کسی که ثروتمند بوده برشکست شده که حالا بیاییم ما همون ثروت رو دوباره بهش برگردونیم. خب صیف خط ایش و ایشا، اگه یه زن اومد و یه مرد اومد، اومدن گفتن آقا ما غذا میخواییم، کدوم تقدم دارن؟ تقدم میکنیم زن و به مرد. پس اگه یه فقیر زن بود و یه فقیر مرد بود ما خواستیم کمک بکنیم، تقدم با فقیر زنه که بهش غذا بدیم. بخن و همچنین این با او لشعول کسود، اگه اومدن درخواست لباس کردن، و همچنین اگه اومد یتم و یتما، یعنی یه بچه پسر یتیم یا یه دختر بچه یتیم که میخواستن ازدواج کنن، مقدم میکنیم که دختر بچه یتیم اول ازدواج بکنه. چی شد پس؟ پس تو صدقه دادن زن فقیر تقدم داره نسبت به مرد فقیر، چه تو لباس، چه برای غذا دادن، چه برای لباس، چه برای ازدواج، اینا تقدم دارن. به خاطر اینکه معمولا مرد یکم رو بیشتر داره دیگه، میتونه بره مثلا دورجون در خونه ها گدایی بکنه که یه چیزی ها به دست بیاره، زن یکم روش نمیشه این کار انجام بده. برای لباس هم که واضحه، همچنین برای پسر یتیم و دختر یتیم، دختر یتیم تقدم داره که بیان و براش فراهم بکنه که اون ازدواج بکنه. خب صیف تت هایو لفانا، اگه جلوش بودن انیم هربر فقیرای زیادی و تو و نمیتونه به همشون غذا و لباس بده یا اینکه اون همشون رو باز خرید کنه، تقدم میکنه کهنا به لوی.
حالا اگه بین اینا کوهن بود و لوی بود، کوهن تقدم داره به لوی، لوی تقدم داره به اسرائیل و اسرائیل تقدم داره به خالال و خالال تقدم داره به شتوکی. خب ببینید خالال به کی میگن؟ اگه کوهنی بیاد و با کسی ازدواج کنه که براش مجاز نیست، مثلا کوهن بیاد با زنی که طلاق گرفته ازدواج بکنه، بچه هایی که به دنیا میان اگه پسر باشه میشه خالال، اگه دختر باشه میشه خلالا، که دیگه اون قانون کوهن بودن و اینا ندارن. به این میگن خالال. شتوکی که به کی میگن؟ شتوکی کسیه که پدرش معلوم نیست کیه، به این میگن شتوکی. یعنی وقتی میاد ازش میپرسن بابات کی بوده، مامانش میگه شتوک، یعنی ساکت باش، به خاطر همین بهش میگن شتوکی. اصوفی به کسی میگن که سر راهی بوده، بچه سر راهی، یه بچه سر راهی ها پیدا کردن که اکثر مردم اون محله اسرائیل بودن، الان این بچه‌ای که پیدا شده اینم اسرائیل حساب میشه، چون دنبال اکثریت میریم دیگه، به این میگن اصوفی. اصوفی یعنی بچه سر راهی. ممزر یعنی بچه‌ای که حلال زاده نیست، یعنی از رابطه نامشروع با زنایی که محارمن برای یه شخصی بیاد با اونا ازدواج بکنه، بچه‌ای که به دنیا میاد میشه ممزر. اگه یکی با زن شوهردار خلاف انجام بده یا با محارم، با نزدیکانش که آسوره با اونها ازدواج بکنه، بیاد و رابطه داشته باشه، بچه‌ای به دنیا بیاد، این بچه این بچه دورش کن میگن ممزر. بله. گر نسبت به اول، خب پس داریم درجه بندی میکنیم که کدوم تقدم داره، چه برای بازخرید کردن چه برای صدقه دادن. پس کوهن تقدم داره به لوی، لوی تقدم داره به اسرائیل، اسرائیل تقدم داره به خالال، خالال تقدم داره به شتوکی، شتوکی تقدم داره به اصوفی، اصوفی تقدم داره به ممزر، و گر تقدم داره به عبد، عبد مشوخرار. در چه صورت اینا گفته میشه؟ در زمانی که اونها با همدیگه برابرن از نظر عقلی، از نظر خخمای تورا. اما اگه یه ممزر تلمید خاخام باشه، یعنی یه بچه که حلال زاده نیست ولی تلمید خاخامه، و بقیه امهارسن، ممزر تلمید خاخام، یعنی تلمید خاخامی که با وجود اینکه ممزره تقدم داره نسبت به اون امهارسی که تلمید خاخام نیست، مخون هگادول، و هر کسی که بزرگتر از نظر عقلی نسبت به دوستش تقدم داره که ما به اون غذا و لباس رو بدیم، یا اگه زندان رفت اونا بازخریدش کنیم. به این هایا اخاد مهم ربو، اگه یکی از اونها راوش بود یا پدرش، با وجود این که اونجا شخصی هست که خخماش بیشتر اونهاست، یا پدرش که اون تلمید خاخامه، اون قبل اون شخصیه که گادول میمنوه، گادول تر از اونه. پس اگه پدرش یا راوش تو زندان بودن، اینا تقدم دارن نسبت به بقیه، با وجود این که بقیه ممکنه خخماشون بیشتر باشه. خب سایف یود، کسی که اومد گفت آقا به من قضا بدید، ما نمیانیم بررسیش کنیم که آیا این فریبکار هست یا نه، بلکه فوراً بهش قضا میدیم. اگه لباس نداشت اومد گفت که آقا به من لباس بدید، میان بررسیش میکنیم که یهو رمایی نباشه، یهو فریبکار نباشه، به این مکلین اوتو، و اگه اونا میشناسیمش فوراً بهش لباس میدیم. خب اینا قوانین مربوط به کسیه که گبای صدقا میشه دیگه. خب ببینید خیلی باید دقت داشت که هر کسی میاد کمک میخواد، بعد تو بعضی حالت‌ها هست که همون موقع باید کمکش کنیم، ولی یکی قضا میخواست همون موقع بهش میدیم. ممکنه آقا یهو دورجون تا ما بیان بررسی کنیم که آیا این داره راست میگه یا نه، یه اتفاقی براش بیفته و اصلا دورجون بمیره همون موقع. بنابراین برای قضا خوردن اگه یکی قضا میخواد، نمیایم بررسیش کنیم که بهش بدیم یا نه، همون موقع بهش میدیم. ولی برای لباس و احتیاجات دیگه را قبل اینکه به یکی کمک بکنیم میایم بررسی میکنیم، اگه نمیشناسیمش ببینیم آیا داره راست میگه یا نه، ولی اگه میشناسیمش که واقعا نیازمنده، همون موقع موارد دیگه هم بهش میدیم. خب بریم یود آلف. بله بله، خب اینو لازم نیست. بله، شنه انیگیم، خب این جالبه. ببینید ما گفتیم حتی آنی که از صدقه پول میگیره،
خیابه که خودش هم صدقه بده. حالا دو تا آنی که از صدقه پول میگیرن میتونن مبلغ صدقهشون رو که جدا میکنن، این آنیه بده به دوستش که آنیه، اون آنیه هم بده به دوست آنیش. بله شنه آنیه. پس دو تا آنی که خیام از صدقه بدن میتونن هر کدومشون بدن صدقهشون رو به دوستش. مثلا آقا رئوون و شیمون اینا هر دوتا دورجون آنی هن، صدقه از پول صدقه پول میگیرن و الان اینا موظفن خب صدقه بدن خودشون با وجود اینکه از پول صدقه پول میگیرن. رئوون میتونست پول صدقاشا که جدا کرده از پولش بده به شیمون، شیمون هم پولشا بده به رئوون. هم اسمای صدقه رو انجام دادن، هم به این شکل پوله بهشون برگشته. به دفقا صدقه و فقط صدقه. بله خب اوکی. اما اگه خیا بوده هر کدومشون که قناس یه جریمهشون کرده بودن که صدقه بدن به خاطر یه مطلبی، نمیتونه تو این حالت. پس اگه جریمه باشه مثلا جریمهشون کردن که آقا این مبلغ باید صدقه بدید، جریمه فرض کنید مثلا اومدن گفتن اگه کسی فلان اشتباه رو انجام بده فلان مبلغ باید بده صدقه، جریمه اومدن مثلا بدین بریدن، تو این حالت اگه جریمه رو میخواد بده صدقه نمیتونن اینجوری بیان با هم دیگه یکی بکنن. مثلا بگه رئوون بگه آقا من جریمه صدقه ما به تو میدم، فهم جریمه صدقه تا به من بده. نه جریمه صدقه رو نمیشه اینجوری داد، ولی خود صدقه رو اگه خواستن اینجوری به هم دیگه بدن مجازه. بله خب تا سر همینجا رو با اجازتون نگه میداریم. حسنخان عباس شارم ارخم لیلاتوف شارم ارخم.